درود بر شما، ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. سومین شب حملات ایالات متحده علیه سپاه پاسداران در یمن. بایدن هدف از این حملات را جلوگیری از تهاجم بیشتر به نیروهای آمریکایی عنوان کرد. روایت‌های متفاوت در واشنگتن و تهران درباره حمله موشکی سپاه به عین الاسد. ترامپ تاکید کرد ایران به آمریکا خبر داده بود. شمخانی گفت فقط به عراق اطلاع دادیم. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی، وزیر خارجه فرانسه در تل‌آویو تاکید کرد جابجایی اجباری فلسطینی‌ها از غزه یا کرانه باختری امکان ندارد. تبعات اخلال عمدی حکومت در اینترنت. داده‌های جدید از ضرر بیش از 900 میلیون دلاری به اقتصاد کشور خبر می‌دهند. در ادامه همین برنامه، تورم سنگین مواد غذایی در دی ماه. در یک سال اخیر قیمت 4 قلم از کالاهای خوراکی پرمصرف شامل گوشت قرمز بیش از 2 برابر شده. در سومین شب از حملات ایالات متحده علیه سپاه پاسداران در منطقه سنت کام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از سرنگون‌سازی 4 موشک ضد کشتی و آماده شلیک حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده. بنابر اعلام سنت کام، این موشک‌ها دیشب در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها شناسایی و منهدم شد. ساعتی قبل از این بیانیه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از انهدام یک موشک کروز دیگر حوثی‌ها نیز خبر داده بود. همزمان اسکای نیوز عربی به نقل از منابع یمنی گزارش داد 40 نفر در حملات شنبه شب آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در یمن کشته شدند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، جو بایدن در نامه‌ای به رؤسای سنا و مجلس نمایندگان این کشور درباره حملات آمریکا به مواضع شبه نظامیان توضیحاتی داده. بایدن هدف از حملات اخیر در منطقه را جلوگیری از تهاجم بیشتر سپاه پاسداران و شبه نظامیان به نیروهای آمریکایی عنوان کرد. به گزارش نیوزویک، بایدن تاکید کرده نیروهای آمریکایی انبارهای تسلیحاتی و پشتیبانی شبه نظامیان را هدف قرار دادند. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ماست. آرش، از آخرین واکنش‌ها در کنگره و کاخ سفید درباره تحولات اخیر منطقه‌ای در خاورمیانه از شما بشنویم. سومین روز حملات نیروهای آمریکایی به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حالت صورت می‌گیرد که به نظر میاد کاخ سفید داره روی یک تناب باریک حرکت می‌کنه و سعی می‌کنه یک جوری تعادل خودش رو حفظ کنه برای اینکه به جنگ عمیق‌تری با ایران وارد نشه. اینجا در کنگره آمریکا انتقادات از دولت بایدن به خصوص در حزب جمهوری خواه بسیار زیاد است. از مایک ترنر شروع کنیم، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان از ایالت اوهایو، که دیروز به شبکه سی بی اس آمریکا گفت دولت بایدن فاقد استراتژی در مورد جمهوری اسلامی است. آقای مایک ترنر گفت از یک طرف دولت بایدن میخواهد وارد توافق بزرگتر با جمهوری اسلامی بشود، از یک طرف دیگر میگوید میخواهد وارد جنگ نشود با جمهوری اسلامی، از یک طرف میگوند میخواهند نیروی بازدارندگی به وجود بیارند، در این حال بعد مجبور میشوند بروند در داخل اون کشورها و یک سری حملات به قول ایشون تنبیهی انجام بدن، نه حملاتی که باعث میشود که قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی رو بخواهد کم کند. سناتور لیندزی گرام از ایالت کارولینای جنوبی هم بار دیگر تاکید کرد که آمریکا باید جنگ رو به داخل خاک جمهوری اسلامی ببره. ایشون گفت تا وقتی که جمهوری اسلامی احساس نکنه که خطر بزرگی کنار گوشش هست، این حملات متوقف نخواهد شد. و الان هم در مطبوعات آمریکا سوال این هست که این حملات دولت بایدن چقدر خواهد توانست جلوی حملات متقابل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو بگیره. همونجور که شما گفتید، همین امروز خبر آمده است که در یک حمله پهپادی دیگر 6 پیشمرگه کرد در نزدیکی یکی از پایگاه‌های آمریکا کشته شدند در یک حمله متقابلی که نیروهای نیابتی انجام دادند. اینجا مقامات اسبق دولت ترامپ هم فرصت رو غنیمت می‌دونن برای اینکه بخوان مقایسه کنن سیاست خارجی دولت ترامپ رو در قبال جمهوری اسلامی با دولت بایدن و دولت بایدن رو ضعیف بخوانن. مثلا جنرال کیث کلاگ که یکی از مشاورین امنیت ملی دولت بایدن بود، گفت آقای بایدن از مدت‌ها قبل به صورت تلگرافی خبر داده بود که قراره کجا حمله کنه و به قول ایشون فرماندهان سپاه
فعلا رفتن به تعطیلات. از لغت ایر بی ان بی استفاده کرد جنرال کیت کلارک، گفت رفتن فعلا ایر بی ان بی تعطیلات و وقتی که این حملات فروکش کند دوباره باز خواهند گشت. متشکرم از توضیحاتت آرش علایی، کنگره آمریکا، واشنگتن. اما علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، با تکذیب سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره تماس ایران با آمریکا قبل از انجام حمله موشکی به پایگاه عین الاسد گفته نیم ساعت قبل از حمله به پایگاه آمریکا، ایران نخست وزیر عراق را از انجام این حمله مطلع کرده بود. این در حالی است که دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود ایران قبل از این حمله با آمریکا تماس گرفته که آنها را از هدف قرار ندادن سربازان آمریکایی مطمئن کند. در همین ارتباط مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری، ضمن رد ادعای علی شمخانی میگوید جمهوری اسلامی برای اجتناب از آسیب زدن به نیروهای آمریکایی 8 ساعت قبل از حمله به عین الاسد دولت عراق را مطلع کرده بود. درسته ایران اطلاعات رو به عراق داده و عراق اون رو به امریکا داده، مستقیما با امریکا تماس نگرفتن، اما برخلاف گفته آقای شمخانی این مسئله نیم ساعت قبل از حملات صورت نگرفته. در 13 ژانویه 2020 یعنی 4 سال پیش خبرگزاری رویترز خبر داد که 8 ساعت قبل از حمله ایران به این پایگاه هوایی عین الاسد سربازان امریکایی و عراقی این پایگاه اطلاع پیدا کردند و بنابراین شروع کردند پرسنل و تسلیحات خودشون رو به پناهگاه‌های مستحکم منتقل بکنن و تا نیمه شب حتی یک جنگنده یا هواپیما در فضای باز باقی نمونده بود که بتونه به اصطلاح مورد هدف قرار بگیره. حتی امریکایی‌ها می‌دونستان که حمله بعد از نیمه شب صورت می‌گیره، کما اینکه 1:30 شب این حمله صورت گرفت. و این مسئله هم که حتی یک سرباز امریکایی هم در این حمله که بزرگترین پایگاه نظامی عراق که امریکایی‌ها در اون هستن صورت گرفته، نشون میده که باید اطلاعات قبلی راجع به این مسئله داشته باشن، اگرچه 100 تا سرباز امریکایی بعداً گفتن که ناراحتی‌های مغزی گرفتن از شدت این حملات. ببینید واقعیتش اینه که دستاورد جدی نداشت. مقامات امریکایی گفتن این چیزی در حد یک شلیک هشداری بود تا میخواستن که اون درخواست‌های انتقام‌جویی در داخل ایران رو که پس از کشتن قاسم سلیمانی ایجاد شده بود رو برآورده بکنن. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، ساعتی پیش وارد عربستان سعودی شد. این ششمین دور سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس است. مصر، قطر، اسرائیل و کرانه باختری مقاصد بعدی بلینکن در این دور از سفرها هستند. وزیر خارجه فرانسه هم در سفر به تل آویو با همتای اسرائیلیش و بنیامین نتانیاهو دیدار داشته. یزرائیل کانس، وزیر خارجه اسرائیل، به همتای فرانسوی خود گفته زمان برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک درباره تنش با حزب الله رو به پایان است. استفان سرژونه، وزیر خارجه فرانسه، پس از دیدار با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی به لبنان می‌رود. سجورنه دیروز در قاهره گفته بود با جابجایی اجباری فلسطینیان از نوار غزه به مصر مخالف است. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه ماست. جزئیات و اهداف سفر وزیر خارجه فرانسه به اسرائیل را از شما بشنویم بابک. همه سفرهای مقامات اروپایی و آمریکایی تنها یک هدف را در حال حاضر دنبال می‌کنند و اون شاید پایان دادن و حتی یک نوع آتش‌بس موقت به جنگ خونینی هستش که امروز 122مین روز اون را هم اسرائیل هم نوار غزه طی می‌کنه و نباید از مسئله شمال اسرائیل هم گذر بکنیم. در اونجا هم تا یک جنگ شاید نه تمام عیار اما جنگی هستش که با تبادل آتش بین هر دو طرف ادامه داره و هر دو طرف مرز صدها هزار نفر خانه های خودشون را رها کردن. در اینجا هدف اصلی فرانسه و وزیر خارجه اون استفان سژونه که در اسرائیل به سر میبره شاید از ارتباطاتی هستش که فرانسه در داخل لبنان داره و میتونه از اون استفاده کنه. باید گفت که از همان ابتدای جنگ هم دولت فرانسه تمامی تلاش خودش
را به کار برد که شاید بتونه راه چاره‌ای در رابطه با شمال اسرائیل و پایان جنگ در اونجا پیدا بکنه، اما ثمری نداد. در حال حاضر یکی دیگر از مقامات آمریکایی، هوخشتاین، اموس هوخشتاین، فرستاده جو بایدن، هم دیروز به اسرائیل اومد و درست در همین رابطه و تلاش‌ها و طرح تازه‌ای که او آورده بود در همین مورد با مقامات اسرائیلی صحبت کردند. سه‌ژورنه امروز با اسرائیل کات و همچنین با یائیر لاپید، وزیر و رئیس حزب اپوزیسیون اسرائیل، دیدار کرد. دو مسئله را آقای کات با سه‌ژورنه در میان گذاشت که مسئله اونرا بود. اونرا یکی از بخش‌های سازمان ملل هستش که چندی پیش اسرائیل افشا کرد که بسیاری از افرادی که در این سازمان کار می‌کنند در نوار غزه در کشتار 7 اکتبر شرکت داشتند و بسیاری از کشورهای اروپایی این سازمان را تحریم کردند. کات از وزیر خارجه فرانسه خواستار این شد که راهی پیدا بکنه تا به جای اون را یک سازمان دیگر کمک‌های بشر دوستانه در نوار غزه کار بکنه. به گفته گانتس کار اون را در نوار غزه به پایان رسیده و دیگه نمیتونه کاری بکنه. او از همچنین از وزیر خارجه فرانسه خواست که ببینه که داروهایی که به گروگان‌ها فرستاده شده و قطر قول داده بود که اونها را به گروگان‌ها میده، آیا به دستشون رسیده یا نه. در کنار اون در رابطه با لبنان هم گفت وقت داره به پایان میرسه و از وزیر خارجه فرانسه خواستار این شد که فشار بیشتری به دولت لبنان بیاره تا شاید بتونه حزب الله لبنان را به 10-15 کیلومتری دورتر از مرز اسرائیل راهی بکنه و جنگ و آتش بس در اونجا به پایان برسه. متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی، تل آویو. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین امروز. سومین شب حملات ایالات متحده علیه سپاه پاسداران در یمن. بایدن هدف این حملات را جلوگیری از تهاجم بیشتر به نیروهای آمریکایی عنوان کرد. روایت‌های متفاوت در واشنگتن و تهران درباره حمله موشکی سپاه به عین الاسد. ترامپ تاکید کرد ایران به آمریکا خبر داده بود. شمخانه گفت فقط به عراق اطلاع دادیم. ارزیابی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایران در زمینه زیان اقتصادی ناشی از اختلال عمدی اینترنت در بین 3 کشور اول دنیا قرار دارد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش در این باره برخورداری از اینترنت با کیفیت را برای کاربران ایرانی یک رویای دست نیافتنی دانسته و نوشت این وضعیت برای کاربران و اقتصاد کشور خوشایند نیست. روزنامه دنیای اقتصاد قطع عمدی اینترنت از سوی حکومت را شدیدترین شکل سانسور و یکی از شیوه های کنترل و نظارت اجتماعی مردم دانسته است. گزارش به نقل از وبسایت تاپ 10 وی پی ان، یکی از زیرمجموعه‌های نت بلاکس، نوشته در سال 2023 روسیه با بیش از 4 میلیارد دلار در رتبه نخست زیان اقتصادی ناشی از اختلال حکومتی در اینترنت قرار داشته. اتیوپی با 1.6 میلیارد دلار در رتبه دوم این فهرست است و ایران با 920 میلیون دلار در رده سوم کشورهای زیان دیده از محدودیت‌های اینترنتی قرار دارد. لیلی خامنه، روزنامه نگار اقتصادی از فرانکفورت همراه ما هستند. چه بخشی از اقتصاد ایران از این قطعی اینترنت که حکومت پشت اون هستش و فیلترینگ بیشترین آسیب و ضرر رو دیدن؟ سلام، عرض ادب. ببینید، دیگه الان نمیتوان گفتش که چه بخش هایی، تقریبا همه بخش ها، از مردم، از کوچکترین نهادها تا بزرگترین نهادها، یعنی از همون مردم، از همون کودکانی که دارن الان بعضی مجازی درس میخونن، دارن از اینترنت استفاده میکنن برای آموزش، برای هر کاری، تا برسیم به نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی، کسانی که دارن در خانه کار میکنن. این یعنی واقعا نمیشه مجزا کرد و بگوییم که تنها یک بخش داره آسیب شدید میبینه. الان ببینید، صنعت یک کشور کاملا به اینترنت مرتبط هست. تجارت جهانی، آمار تجارت الکترونیکی یا اینکه حتی در بیمارستان ها و در پژوهشکده ها، در کارخانه جات برای فروش کالا یا همین ارزهای دیجیتال، همه بخش ها الان
اینترنت جزء اصلی اونها هست و متاسفانه ما میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی داره از همین ابزار بر علیه خود مردم استفاده میکنه و علارغم اینکه ضررها و زیانهای شدیدی رو داره به اقتصاد کشور وارد میکنه. ببینید وقتی که الان اینجا در مورد ضرر و زیان صحبت میکنیم، این باید نگاه بکنیم اینه که از جیب مردم داره این به جیب مردم داره این ضرر و زیان رو میرسونه، ضمن اینکه الان داریم میبینیم که حتی از همین محدود کردن یا همین سیانتی کردن اینترنت رو هم داره باعث میشه که بسیاری از مردم که کسب و کار خانگی داشتن در این اوضاع بحران زده اقتصاد ایران، اونها هم دارن شغل خودشون رو از دست میدن. البته به نظر من آماری رو که شما فرمودین خیلی این میزان آسیب بیشتر هست و من داشتم میدیدم که از شهریور سال گذشته تا دی ماه امسال بیشتر از 1,600,000,000 دلار به اقتصاد ایران بابت این موضوع ضرر وارد شده و این خب واقعا آسیب بزرگی هست، ضمن اینکه آسیب‌های جانبی دیگه‌ای که به همراه داره. و به نظرتون چرا با وجود صرف هزینه‌های هنگفت برای محدود کردن اینترنت همچنان دولت از لزوم توسعه بخش آیتی صحبت می‌کنه؟ این تضاد رو چطور میشه معنی کرد؟ اگر کوتاه بفرمایید. بله، ببینید واقعا دولت ایران که کلا در همه مسائل یک بام و دو هواست، مثل اینکه ما اصلا با این موضوع کاری نداریم، اما بعد میبینیم که بدترین و سختترین اقدامات رو بر علیه اون کار انجام میده. اما خب به هر حال باید این رو قبول کنیم که دولت ایران هم مثل روسیه فکر میکنه، مثل چین فکر میکنه، به طبقاتی بودن اینترنت هم فکر میکنه و باید اینو در نظر بگیریم که هر گونه محدودیت در جریان آزاد اطلاعات در دنیای امروز نقض حقوق بشر هست و نقض حقوق بشر در ایران مثل بسیاری از نقض‌های دیگه‌ای که می‌بینیم داره بر علیه مردم ایران اتفاق می‌افته، این هم یک نوعی از ضایع کردن حقوق اساسی مردم در کشور ایران هست. متشکرم از توضیحات شما لیلی خامنه‌ای، روزنامه‌نگار اقتصادی فرانکفورت آلمان. اما وبسایت حالوش در گزارشی نسبت به وضعیت سلامتی مولوی فتحی نقشبندی امام جمعه راست که در بازداشت نهادهای امنیتی ابراز نگرانی کرده. حالوش با اشاره به شکنجه نقشبندی در بازداشت نوشت خانواده این روحانی اهل سنت 6 ماه است از وضعیت او بی اطلاع هستند. به نوشته این خبرگزاری بیشترین زمان بیخبری از سرنوشت متهمان امنیتی بیش از 3 ماه نیست و همین موضوع گمان زنی ها درباره وضعیت نامساعد مولوی نقشبندی را جدی می کند. بیشتر به همین خبر خواهیم پرداخت، اما در خبری فوری جمعی از زندانیان سیاسی در زندانهای اوین، سقز و مشهد همسو با زندانیان قزلحصار اعلام کردند که به اعتصاب سه‌شنبه‌های زندانیان موسوم به سه‌شنبه‌های سیاه ملحق می‌شوند. به گزارش کانون حقوق بشر ایران زندانیان اعلام کردند با توجه به هدف کمپین که توقف ماشین اعدام است، روز سه‌شنبه 17 بهمن 1402 اعتصاب غذا خواهند کرد. برگردیم اما در اینجا بپردازیم به اعتراضی که جمعی از بازنشستگان مخابرات تهران روز دوشنبه و در ادامه اعتراضات چند ماه گذشته برای پیگیری مطالبات صنفی مقابل ساختمان اداره مخابرات داشتند. از جمله خواسته های بازنشستگان معترض مخابرات اجرای کامل آیین‌نامه اجرایی سال 1389، همچنین پوشش هزینه های درمان است. بخور تو کاره امروز به گل نشسته اجرای این نامه حق مسلم ماست، از بس دروغ شنیدی باری درنگ نمیدی. امروز همچنین جمعی از جانبازان و رزمندگان جنگ ایران و عراق در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشت مقابل بنیاد شهید در تهران و عراق تجمع و تحصن کردند. آنها خواستار دریافت غرامت جنگی و رسیدگی به سایر مطالبات حقوقی خود هستند.
است. باز هم تکرار میکنم که من دیگه به عقوبتون برسیم همه رو صرف میکنیم به 60 سال برسیم 60 سالش هم شد باز دوباره زیر پا خیلی دیگه چی که از جانباز باقی نبود 60 سال که آدم معمولی شه هیچ صدقه ای نخورده 60 سال یعنی چی باقی نمیمونه ولی با همه صدقه و مجبوریت بازم اومدم به این کشورم به 60 سال شد. اما در خصوص نگرانی‌ها از وضعیت سلامتی مولوی فتی نقشبندی قرار هستش که با آقای مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین صحبت داشته باشیم. رسانه‌های حقوق بشری درباره وضعیت سلامتی نقشبندی مولوی نقشبندی ابراز نگرانی کردن. چه اطلاعاتی بیشتری داریم از شرایط او؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببین تقریبا نزدیک به 6 ماه هست که هیچ گونه امکان تماس یا خبرگیری از اوضاع آقای نقشبندی وجود نداشتین، در حالی هست که شاید بازداشت شدگان امنیتی که خب شاید پرونده های بسیار بسیار پیچیده ای هم دارن معمولا نهایتا تا 3 ماه در سابقه جمهوری اسلامی خانواده ها یا اطرافیانون بیخبر بودن، اما در 6 ماه گذشته هیچ امکان دیدار ملاقات و خبر و تماسی از طرف ایشون تا الان مشخص نشده. از دیروز خبرهای مبنی بر جان باختن ایشون در برخی از رسانه‌ها منتشر شد. حالوش و کمپین فعالین بلوچ اعلام کردند که برخی از منابع مطلع در واقع جان باختن آقای نقشبندی رو به دلیل شکنجه‌ها و ایست قلبی ایشون در بازداشتگاه تایید کردن. البته این خبر همچنان در واقع در دست بررسی هست. با توجه به سابقه ای که در حال جمهوری اسلامی خصوصا در سیستان و بلوچستان داشته، در چند وقت گذشته سپهر شیرانی که در بازداشتگاه به قتل رسید با آثار شکنجه بر بدن اون وجود داشت و همچنین ابراهیم ریگی هم در چند وقت گذشته در بازداشتگاه جمهوری اسلامی جان خودش رو بر سر شکنجه از دست داد و همچنین عدم در واقع هیچ گونه واکنشی از طرف نهادهای امنیتی و خبررسانی این مسئله در واقع یک مقداری خود این گمان زنی قوت گرفت که آقای نقشبندی احتمالاً به دلیل شکنجه جان خودشون رو از دست دادن. با توجه به اینکه چند سال گذشته هم آقای فتی محمد نقشبندی هم پسر ایشون عبدالغفار نقشبندی به دلیل در واقع یک اتهام دروغ بازداشت شدن و تجربه شکنجه روحی و جسمی که در اون زمان وجود داشته در واقع همه این مسائل دست به دست هم داده که نگرانی ها رو در حال حاضر در رابطه با صحت این خبر افزایش بده. چرا به چه دلیل فکر میکنید علت این بیخبر نگه داشتن خانواده و بقیه از وضعیت او رو چطور ارزیابی میکنید؟ چرا؟ ببین خب این مسئله در جمهوری اسلامی بسیار مسبوق به سابقه است. همین بیخبر نگه داشتن و همین در واقع عدم امکان ملاقات و در واقع تماس یکی از راه‌های شکنجه کردن چه بازداشت شدگان و چه خانواده اونها هست. به علاوه این که خب در چند وقت گذشته صحبت از این بوده که آقای مولوی فتی نقشبندی حالا بر اساس صحبت‌هایی که شده تحت فشار شدید در واقع اعتراف گیری بودن مبنی بر اینکه نسبت به صحبت‌هایی که در جنبش زن زندگی آزادی کردن نسبت به مواضع پسرشون و برخی دیگر از مواضع باید در صدا و سیما صحبت بکنن و اونها رو محکوم بکنن. این شرایط خب به هر حال طبیعتاً ممکنه شرایط ایجاد بکنه سپاس. که این مسئله ادامه داشته باشه. سپاس. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تورین. اما سه پناهجوی ایرانی در بوسنی و هرزگوین در پیام اختصاصی به ایران اینترنشنال خواستار حمایت رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل شدند. این سه شهروند ایرانی خبر دادند که پس از روبوده شدن توسط یک باند تبهکار، همچنان خود و خانواده آنها از سوی تبهکاران تهدید می‌شوند. پیشتر پلیس بوسنی و هرزگوین از روبوده شدن سه پناهجوی ایرانی در ازای دریافت 18000 یورو توسط یک گروه تبهکار مسلح خبر داده بود. به گزارش پلیس این کشور، پناهجویان پس از آزادی راهی بیمارستان شدند. تا به حال 4 نفر از آدم ربایان نیز دستگیر شدند. ما در راه برگشت به کمپ بودیم، کمپ سرایوو، که اونجا 3 نفر باند مافیایی اومدن سر راهمون سبز شدن، با خانواده همون تماس تصویری برقرار کردن و تصویر ما رو میگرفتن و ما رو بد، خیلی بد کتک میزدن، خیلی بد. شیشه مشروب تو سرمون میشکوندن، تو پاهامون، تو صورتمون مشت میزدن، لگد میزدن و بازم هی به خانواده هم زنگ میزدن چی شد چی شد، پول میخواییم ما، پول میخواییم، اگه پول
واسه ما جور نکنید اینا رو میکشیم. هر بار که با خانواده همون تماس میگرفتن اصله میذاشتن رو سرمون، با چاقو ما رو میزدن. من حتی 2-3 ضربات چاقو به پای من خورده، حتی 13-14 طبقه خوردم. ما به کمک شما نیازمند هستیم، به فضای مجازی، به کشورهای اروپایی، به سازمان حقوق بشر واقعا نیازمند هستیم. واقعا جون ما در خطر هر لحظه و هر ثانیه، یعنی ما شب و روزمون با ترس و لرز شروع میشه و این کمپ هم اصلا امنیت خیلی خاصی نداره. درسته ما الان زیر نظر پلیس هستیم، زیر نظر پزشک هستیم، مدوا میشیم، ولی بازم این کمپ جای اعتماد نیست. ما واقعا ترس داریم، واقعا جون ما در خطره. ممنون از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما بمونید. در ادامه بیننده اخبار اقتصاد و بازار خواهید بود همراه با همکارم کامل یاپور کتابی. شب روزتون خوش.